با سلام در این درس میخوایم دو تا عبارت کوتاه رو که در زبان روزمره آلمانی خیلی استفاده میشه رو با هم دیگه یاد بگیریم اولیش هست auf jeden Fall auf jeden Fall قطعا خیلی در زبان روزمره شنید که آلمانی زبان ازش استفاده میکنند و به معنی مطمئنا در هر صورت حتما هستش به طور مثال من میگم که ich werde auf jeden Fall zu Hochzeit gehen ده 1 ف 6 سایت گرفت. یعنی من در هر صورت به این جشن عروسی میرم میتونستم بدون اون بگم، اگه میگفتم گفتم ایش برده تا 6 یعنی می که من میرم به جشن عروسی یعنی خواهم رفت بردن آینده شونده در این حالت ولی اون موی که میگهم میش بده of 1 ف 60گی یعنی من در هر صورت میرم عروسی حالا هر چی پیش بیاد پیش نیاد من قطعا، میرم و در این عروسی شرکت میکنم همچه معنی رو میده و یا میشه گفتش که ایش ملد مش موگن آفیدن فال با این زیش ملدن رو در درسه قبل یاد گرفته بودیم که چه معنی میده ایش ملد مش موگن آفیدن فال با این یعنی من فردا حتما صد درصد قطعا در هر صورت خودم رو پیش شما ملد خواهم کرد و در از حالا با شما تماس خواهم گرفت یا حضوری خواهم اومد حالا هر چیزی که برید پیش کسی ببینید دوستان این عبارت آفین فال یه جورای تاکید روی اون جمله که میخواید بگید تو جمله بعد میگم که اوبشنی شنی او دا وی وردن اوف فال این کینو گین اب شنی او دا وی وردن اوف فال این گین یعنی اینکه آیا برف یاد یا بارون بیاد ما در هر صورت به سینما خواهیم رفت میریم سینما اوب رو هم در درس های قبل یاد گرفته بودیم دوستان وردن هم همینطور استفاده رو دوستانی که ندیدن میتونم ویدیو ویدیوهای عقب که در کانال هست رو مشاهده بکنن درس های قبلی رو خب دیدید اینجا اگه من میگفتم ویردن این یعنی ما میریم سینما حالا شاید اون وسط های اتفاقی بیفته نریم ولی ما که میگیم وی ورن آف یدن فال این یعنی در هر صورت قطعا صد درصد هر چیزی پیش بیاد ما سینما رو میریم یه همچه معنی رو میده بعضی وقتا از شما میتونید آفیدنفال یدن فال رو تنها به عنوان جواب استفاده کنید دوست به شما میگه که کام سو ماگن یعنی فردا میای شما میگید یا آف یدن فال یعنی بله قطعا صد درصد مسلما در هر صورت یعنی نشون میده که فردا در هر صورت شما میرید حالا پیش دوستتون و یا میگم که وی موسن اوف یدن نخمال نخ برلین فاقن. وی موسن اوف یدن نخمال nach نخ برلین fahren یعنی باستی حتما یک بار دیگه بریم با هم دیگه برلین با ماشین بریم به سمت برلین بتون. مثال خب این از jeden fall حالا منفیش چی میشه؟ میخوایم بگیم نه در هیچ صورت اصلا راه نداره میشه auf keinen auf keinen Fall, برعکس auf jeden Fall هست. در جمله اول میخوام بگم که من در هیچ صورتی اصلا و ابدا با اون آقا صحبت نمی کنم. Ich möchte auf keinen Fall mit ihm sprechen. Ich möchte auf keinen Fall mit ihm sprechen. ببین در اصل منفی میکنه ولی منفی که در هیچ صورت معنی میده در هیچ حالتی و یا میگم که دو دافس دیزن تمین اوف فال فزایمن دو دیزن تمین اوف کن فال فزایمن یعنی تو اجازه نداری در هیچ صورتی این ترمینت که خیلی مهم هست و این یعنی قرار ملاقاتی که داری رو از دست بدی فزایمن هم هم دیگه یاد گرفته بودیم چه معنی میده در ویدیوهای قبلی بعضی وقتا هم همونطور که آفیدن فال رو تنها به عنوان جواب استفاده کردیم Of keinen Fall هم میشه با من جواب استفاده کرد. در این مثال میگه که مشتست نخمال دیزن فیلم زین. مشتست نخمال دیزن فیلم زین. یعنی میخوایی یه بار دیگه این فیلم رو ببینی. شما میگید آف keinen Fall. آف keinen Fall. یعنی نه در هیچ صورت. شما میگید که یه فیلم رو دیدید و حالا دوست ندارید دوباره ببینیدش. در هیچ صورتی میگید آف keinen Fall. بله دوستان دیدید که دوتا عبارت کوتاه اف یدنفال و اف کننفال عبارتی هستن که تو زندگی روزمره خیلی میتونید ازش استفاده بکنید حالا شما بگید که من فردا در هر صورت میرم به مدرسه یا به اون دوچ کورس یا هر چیز و توی جمله بگید که من فردا در هیچ صورتی نمیرم به داچه کورس یا کلاسم یا مدرسم یا سر کارم یعنی تو دو, دو تا جمله شما هم of رو به استفاده بکنید و هم of keinen امیدوارم من در دیدن این درس کوتاه لذت برده باشید دوستان عزیز فراموش نکنید که تمام لینک ها در توضیحات زیر ویدیو هست اگر توضیحاتی که زیر ویدیو ها و اون پایین نوشته میشه رو روش کلیک بکنید که باز بشه براتون بتونید بخونید اونجا لینک تمام پلیلیست ها هست هم لینک یوتیوب هست هم لینک اینستاگرام هست و لینک تمام ویدیوها. میتونید هر ویدیویی که دوست دارید و هر پلیلیستی رو که دوست دارید با کلیک کردن روی اونها مشاهده بکنید تا ویدیوی بعد بدرود